درود بینندگان عزیز، شما رو با تماشای نشری نوبتی اینتلکت شو دعوت میکنم. در موسم نو این بازی سیومی مو است و امروز در بازی شرکت دارند از آن تیم فوتون و امیدوارم که شما با این تیم آشنا هستید. یکی از والیبالی موسم گذشته بودند و من مشاهده میکنم که در حیات این تیم بعضی تغییرات به وقوع پیوسته است و من حالا با نظر داشت همین تغییرات شما رو با اعضای این تیم آشنا میکنم و بعد ما بازی رو برای امروز شروع میکنیم. امروز در حیات تیم فوتون شرکت دارند محمد سعید رحیموف، مرحبا اولوغوا، عظیم امیرشویف، مولویور استویف و سردار دسته عبدالسلام مومینم. استاد عزیز، میبینم که در تیم شما تغییرات است، یک چند اعضای نو وارد شدند. خب اعضای پیشتره با رخصتی فرستادن یا چخیل؟ این پیشتره جواب دادیم، زوقمندو هر یک دور باید گروهمون ایواز کردن گیریم. شخصهای طلبگار خیلی زیادن در این برنامه. خب اکنون کپیتانی کمانده بودن، سردار دسته بودن، از یک جهت مشکل است. من تا این وقت نگفته بودم، اکنون برای شما میگم که وقتی که اعضای تیم رو اعضای یا سرداران دسته جواب میدن، وظیفه دار هستن که با اونها نفقه هم تعیین کنن و نفقه رو پرداخت کنن. من فکر میکنم که شما این کار رو برای اعضای دسته تان خواهید کرد. خوب شوخی میکنم، برای شما موفقیت آرزو میکنم، امیدوارم که بازی جالب خواهد بود. سوال ها رو حیات ایجادی این برنامه آماده میکند و قسمان از جانبی مردم، از جانبی تماشابینان برای ما فرستاده میشد و ما همیشه در اکران های خود رقمی پوچ یا نشانی پوچت خود رو میگذاریم و مردم با اون پوچت سوال های خود رو میفرستند. البته نه همه سوال ها قابلی تو دوری نهایی رسیدن هستند، بعضیشون تکراری هستند، بعضی اونها بعضی معلوماتی رو اونجا برای ما پیشنهاد میکنند که اسپاتی خود رو نمییابد، زیرا سوال ها با دوباره تشخیص میشوند. ولی به هر صورت ما با مؤلفان سوال های بهترین که در بازی راه مییابند ایثاری تشکر میکنیم. خوب با دوری اول میگذاریم، قاعده ها عوض نشدند و خواهش میکنم که رقمی سوال اول معین شود. مرحبت. سوالی رقمی یک، توجه کنید به سوال. در ایالت اوگایو امریکایی یک دریاچه است با نام کویاخوگا و یک وقت خبرنگاران درباره این دریاچه نوشته بودند که این دریاچه گویا که جاری نمی شود و به قول می خزد. یعنی با نظر داشت یک حالت همین گونه توصیف کرده بودن و 22 ایون سال 1969 هنگامی از روی کپروکی که بالایان دریاچه بود گذاشتن یک قطاره، حادثه رخ می دید که در یکی از اثرهای چوکوفسکی هم در این باره آمده است. شما گوید که چی حادثه روی داده بود بعدی گذاشتن آن قطاره؟ یاد راست میشم که اینجا گپ درباره یک دریاچه میرود در شتات اوگایو که نام دارد کویاخوگا و خبرنگاران یک وقت در باره این دریاچه نوشته بودند که گویا جاری نمیشود و بلکه میخزد. خب با گذاشتن این قطاره از بالای کپروکی که روی اون دریا است، 22 ایونی سال 1969 چی حادثه رخ داده بود؟ یک دقیقه وقت دارید برای فکر کردن. مرحمت. چخش نشون کنید.
Nangu mi pukam, mi poiz bole uga oran barakat ham, guyo poiz sat. Maji, daram çeşmi yusa vakti tüverken cehidan da mağına bir mağrı. Ob cümle mi yusa var, mümkün bolo, ob kısmet bolo, ob yagun parda idora, mümkün ob şurada sekun vaja sekun. İn kosi ruşmada. Yagun parda idora ki, mesela tegevayda ob cümle mi şahat. Vakti ki, mesela katora güzarsan da larzish bağmal mi yani. لازمش همون پرده رو میش کنه پرده ممکن پرده ویرون میشود و جوری شده آب چی میشود تیون میشود این خیلی بوشه یه ما فکرم همین حرکت بود پویز ده پویز ده بارا بارا بود با منظره گویه که همین آب ماش کنیم ماش کنیم ماش کنیم نشانه دیده میخواه همون حرکت بود آب با همون منظره در اساسی این کسی بشنی بود همین بلد میتیار من همین رو خود وای میکنم یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدید؟ روی محترم به این سوال یکی از اعضای گروه استاد ملایار جواب میدید مرامت اصابه که آرام است جاری نمیشود هنگامی حرکت کردن خودی پویز تیارات با بالای های در اساسی حرکت شوهر و شنایی به منظر خود رانانده یا که آدمایی که در داخل پویز نند اما جایش آب به نظر است شدنش ممکن است گویا که در وقت حرکت در این تصویر نهای شور این کشتن روشنوی حرکت جایش آب نمودار می شود خوب گفتیم که اینه نما نودیسه روخ می دهد که در یکی از اثرهای چوکوفسکی در این باره اومده است که با دریا همون حالت روخ می دهد دریا رو قطعی هم خدا درست وقت حرکت کرد اینه جواب شما این است درست و شما فکر نکردین که چرا مثلا گفتن که این دریا جاری نمی شود و بلکه می خزد یعنی که سرعت آب معلوم شد که خیلی سست بوده آرام است چیزی سبب باید اینجا باشد نه؟ از بس که آب یکون مویل است در نمی جد درزه تحسین های روشنایی و هنگاه مرکنی آب وای همین آب با منظره حرکت لپشنو با خود آدمی داخل پویز و خود پویز حرکت کننده خودش معلوم می شود در زیر تاثیر حرکتی خود پویز فهمو یعنی این جواب ما قبول کنیم داده از بشم که بیننده عزیز این گروه فوتون نوم دارد و این در موسم نو بازی سیومین است و بازی اولی این گروه است خوب باید گویم که جوابی که اینجا پیشنهاد کردین جوابی درست نبود اینجا گپ درباره اون می رود که سبب اساسی آهسته حرکت کردن آب واقعا هم بسیار از همان مایه ها و محصولات نفتی بود که با آب آمیخته شده روی آب می ایستاد و وقتی که پویز حرکت میکند و شعله ها از شعله هایی که از قطاره و از سایش آهن به وجود می آید همون روی دریا که نفت بود در میگیرد و در یکی از اثرهای چوکوفسکی هم عینا همین چیز است یعنی آتش گرفتن قبط بالای دریا که اینجا محصولات نفتی جمع می شود و این باعث سر زدن سوختور می شود و این حادثه های جداگانه است که به قول دریا ها می سوزند یعنی قبط بالای دریا که عبارت است از محصولات نفتی از حرکت تانکرها و کشتی های دیگر نفتکشان آنجا آب بسیار آرام است زیرا که روغنین است زیرا که چرکین است زیرا که پر از نفت است سوال رقم 12 توجه کنید با سوال اون موضع در بین آق دریا و قرا دریا جایگیر است و یک منطقه تاریخی است
که آنجا را میان قال هم می نامیدند و در اساس منبع های دوره شیبانیان این منطقه را نواحی آفرین کند می نامیدند و باید گفت که در دوره حکمرانی شیبانیان و اشترخانیان و منقیتی ها این موضع سغد خرد هم نامیده می شد. شما باید یک دقیقه بگید که گپ درباره کدام موضع، کدام منطقه، گپ درباره کجا می رود؟ مرحبت یک دقیقه وقت. روی محترم یک مرتبه دیگر تکرار کنید. سوال تکرار میکنم. این موضع، این منطقه در قسمت شمال و غربی همان نقطه جایگیر است در بین آق دریا و قرا دریا. یک منطقه تاریخی و قدیم هم است که آنجا را میان قال می نامیدند و در اساس منبع های دوره شیبانیان این منطقه را نواحی آفرین کند می نامیدند و گفتیم که در دوره حکمرانی شیبانیان، اشترخانیان، منقیتی ها این موضع سغد خرد هم نامیده می شد است. شما گوید که گپ درباره کدام منطقه، کدام موضع، گپ درباره کجا می رود؟ سال 501 شیبانیان سمرقند را ضبط کردند. سمرقند، بخارا، سوخت، همه همچین که نزدیک نزدیک هم سرحد بود. همه که سوخت امروزه. سوخت خورد. پس این فکر درست و... با اینجا احمد چی ده هسته این امسال؟ قطار که برسه؟ افرین کم داره، بریم افرین کم نوحیه نوحیه افرین کم بوده کم نوحیه بوده افرین کم دیم نوحیه این دو دریو های آخی، گوش که میان این دو دریو های آخی باخ دریو همین کی شهر خوجان، شهر خوجان خود در ساحلی دریو سیره ها میان این دو دریو نیست توی شمال غرب یک دقیقه وقت شما سپری شد مرحبا سردار دسته کی به سوال جواب میدید؟ روی محترم به این سوال مرحبا اولوغ و جواب میتیاند از نگاه تاریخ سال 1501 دولت شیبانیان به سر قدرت آمدن سمرقند بخارا همه را ضبط کردن تا سال 1510 شیبانی خان حکومت داری کرده است به سال 510 از طرف شاه جوان ایرانی اسماعیل صفوی به قتل رسیده است. اکود به اون خاطر در کتاب مکتب میونه ما ندیدیم همه خیلی موضوع. خیلی به هر حال اکو فکر میکنیم از روی سوال شما شاید سوغد. سوغد امروزه خودمون باشد. سوغد خورد که باشد. اشتراوشن امروزه باشد. بیاید مریم من به شما کمک میکنم. من نام یک چند محله را میگم. و بعد شما جوابی آخرین تو نمیگوید و در همون منطقه این محله ها نام دارد خب کوکچی، میراتبای، سفیدوک، سرتراشخانه، شاخاب، بشتود، آینه قرغان، کته قرغان، آچیدا قهر این نام های محله هستند در همین منطقه محله ها بایداتو نمیده بانچی؟ و یک وقت این یا اوروتپاس یا تشکن ازبکستان امروزه خب یا کی استرافشان؟ یا کی استرافشان؟ یا کی توشکند؟ اگر یکیش انتخاب کنیم چی؟ استرافشان اگر؟ استرافشان. حاضره. خوب، تشکر برای شما. جواب شما قبول است. و باید بگم که جواب درست نیست. خب این موضوع ده بد است. در قسمت شمال و غربی سمرقند در بین آق دریا و قرا دریا ده بد است ده بد است
سوال رقم دو توجه کنید با سوال. در اصل 19 فروش همین تجهیزات خیلی زیاد می شود. یکی از کشورهای اسکاندیناوی سالانه تا 550,000 تن از آن چیز رو صادر می کرد. و وقتی که سال 1913 همین تجهیزات پیدا می شود، همین تجارت یعنی سالانه تا 550,000 تن صادر شدن آن چیز قریب از میان می رود، زیرا که دیگه ضرورت برای آن چیز نبود. شما گفتید که اینجا گپ درباره کدام تجهیزات می رود. سوال فهمو است؟ تکرار کنم؟ تکرار کنم یک بار دیگه. اصل 19 فروش همان تجهیزات خیلی زیاد می شود. یکی از کشورهای اسکاندیناوی پیشتر از اختراع این تجهیزات در سال 1913 سالانه تا 550,000 تن از آن چیز را صادر می کرده است به کشورهای دیگر. و وقتی که این تجهیزات سال 1913 پیدا می شود، دیگر همین تجارت قریب که از میان می رود، به خاطر که دیگر هیچ ضرورت نبود و دیگر طلبات نبود. شما گویید که گپ درباره کدام تجهیزات می رود؟ گپ درباره چی می رود؟ مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. بشکرم. این نفتای. نفتای. نفتای با چی گفتیم که سال از آن سیزده؟ چون که از میان رفته میگه. از میان رفته میگه. از میان رفته میگه. چی پیدا شد؟ گنراتور پیدا شد؟ برق 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 پیدا شد؟ من چیز مولا بیمان باریش است. روی محترم بخواد ما وقتی گفتگیم بود چی فکر داری؟ نفت تکنوی باریش است. سود نفت بودم مولا نفت تا چی سال از اون شده چی گفشید که کم شدی؟ دولت بود ترخیز بود چی تجیز رو میدامد که؟ برای استیشو تازه که نخ بارمانی بودم. یک دقیقه وقتی شما سپری شد مرامت چی فکر کردین؟ خب روی محترم به این سوال محمد سید رحیموف جواب میدید. مرامت روی محترم ما روزی قبل همه خیلی به قرار اومدیم، فکر ملاحظه همون رو جمع کردیم که اینجا بیشتر اکن ابتدای عصر 20 است. همین پیشروی ترقیات علم و تکنیک بیشتر در ساحه الکترومکانیکا ترقیات شدگی از همین از تاریخ الکتروتکنیکا به ما معلوم است که در ابتدای عصر 20 من مثلا روشنایی برقی دیگر مواد بیشتر پیدا شد، کشف کرده شد و با مردم اجتماعی مردم در روانه کرده شد. ما فکر میکنیم که از همین دولت نروژ با دولت های مقصد روسیه یا که دیگر دولت های اروپا از اونجا مواد نفتی مواد سوزنده. یعنی که پیش از سال 1913 نروژ نفتی زیاد داشت؟ استخراج را دسته سال کنید هم نفت هست قسمان دولت اروپا هست. یعنی که نفت صادر میکردن 550,000 تن و با پیدا شدن اون تجهیزات همین بیزنس از میان رفت. چی تجهیزات؟ اکن مقصد در دیگر دولت ها استحصالی همون تجهیزات هایی که اونجا می اومد کارکرد محصولات نفت برای مواد روشنایی دهنده. نه میدونید اینجا شما باید نام یک تجهیزاتی را بگیرین که در هر کجا میتواند باشد، مثلا در همین مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه یک چند جا است. جنراتور دیزلی که جنراتور برق خب و وقتی که همین تجهیزات پیدا میشود همون تجارتی که نروژ داشت سالانه 550,000 تن از آن چیز صادر میکرد، ولی ما نمیدونیم چی چیز است. همین تجارت قریب که از بین رفت به خاطر پیدا شدن این هم یک تجهیزات. چی تجهیزات؟ خوب میتونین جواب تون ادامه بدهین؟ جنراتوری استرسون برق بود با فکر رو بید
یعنی که شول دیزلی بود نه من شام بود گیر بود مثال چطور تونه بود استثنای امین استثنای گنراتورهای فاسکین اوبی پایدار شد بودی کم شد خب یعنی که گنراتور جنراتوری شده که برق بود تجهیزاتی تولید کننده برق یعنی جنراتور یعنی نروژ یا سودیشوری یا نفت صادر میکرد درست توجر هم صادر میکرد ایران و با فکر شما با پیدا شدن جنراتور تجارت نفت قریب که از بین رفت مثلا حال همین تجارت پورا از بین رفت است نیست همین تجارت شما فکر میکنید که نفت است نه عموما نفتی که برای سوزشواری یا که سوزشواری اوتوموبیلی نبو و همون وقت سوزشواری که برای روشنایی مخصوص بود یعنی که روغن ها برای روشنایی برای استفاده همون شمع و روشنایی یعنی وقتی که جنراتور های مثل انفرادی یا که جنراتور های کلون من شما رو بسیار خوب فهمیدم یعنی مثل اینکه روکفلر وقتی که یکی از نفرهای بوده که در تجارت نفت بسیار دست داشته اولین میلیون دار و در یک قسمت چین تقسیم میکند همین گونه لامپ های کیراسینی رو به پول تقسیم میکند به پول تقسیم میکند به خاطر اون که نفت مورد استفاده قرار بگیرد یعنی مردم آن را نفتی رو بخرند و مورد استفاده قرار بدهند یعنی که همین گونه صاحب کارا از هر گونه حیله های عجایب استفاده میبرند جواب شما هم یعنی که این همین نفت است و اون تجهیزاتی روشنی است روغن برای روشن کردنی بناهای سخامتی بناهای خوب باید شما را آزرده کنم دیگه علاج نیست برای که جوابتون درست است اینجا گپ درباره تجارت یخ می رفت نروژ وقتی کشور اسکاندیناوی گفتم باید شما میدونستین که اینجا جای بسیار سرد است نروژ مثلا شویتس و کشورهای دیگر اسکاندیناوی اینجا سردتر است و تو پیدا شدن یخدان خلدیلنیک یخ تا 550 هزار تن سالانه صادر کرده می شد کشورهای دیگر و وقتی که یخدان پیدا شد مردم دیگر استفاده آن را یاد گرفتند دیگر یخ نمی خریدند و حالی هم دیگر کسی یخ نمی فروشد سوال رقم 11 توجه کنید با سوال چند سال پیشتر نفر با نام و نسب یاسوتیرو یامادا یک گروهی رو جمع میکند عبارت از 250 نفقه گیر و پیشنهاد میکند خدمت رسانی خود رو با جای گروهی جوانانی که باید در آنجا کار میکردند شما گویید که این نفر با جمع کردن 250 نفقه گیر چی پیشنهاد کرد چی میخواست با کجا رفتنی بودن اونو یاد راست میشم که نفر نام داشت یاسوتیرو یامادا سوال فهم است یعنی که 250 نفقه گیر جمع می شوند و پیشنهاد می کنند که با جای جوانان از خدمت آنها استفاده برند. کجا رفتنی بودند آنها؟ این 250 نفقه گیر. مرحمت فکر کنید یک دقیقه وقت دارید. جوانان با خدمتی نگرد. جوانان نگرد.
بازی من هم دسر پنجم نفر پیران شما خیلیم تو بدنیم یک ستی و یک مدام رو بیم جوانو خزمان نکردن همیارا بودیم بجای جوانو نفقه گیره بودیم خوش باشدن یک ستی و یک مدام چرا؟ این بودن خوش باشدن یا ستوره یا مرده یا ستوره جوان میکنم باید سه پنجم نفر میکنم یک ستی و یک مدام خودیم شهر باشد روشن؟ یک ساتی رو آمدم میگم شخص خواست باید بسید پانجم بفرد جهان بلست باید بسید خیزمان میگذم نمی خواست کشم بسید کدوم هم جهان هم؟ یک ساتی رو آمدم برای هم دوست پانجم نفرد در پینسین رو کوری جون کدوم خیزمان میگذم خیزمان میگذم نمی شخصی خواست باید پیش میگذم نه بر جای جهان هم میگه ویر کار در پیش نکره بسید پانجم نفقه گیره پیگه باید جهان استفاده برا نکنه یک دقیقه وقتی شما سپری شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدید؟ خب روی محترم به این سوال استاد ملایار جواب میسیان مرامت خب من روی من سوال شما جواب دادن هستم که ممکن همین شخصیت خود یک سطور یا مدن ممکن خودش این جوان است با هم 250 نفر خدمت جوانی خودش را باید میکنند من برای شما کمک میکنم این هم یک نفری نفقه گیر است و 250 نفقه گیر یک جا میشوند جمع میشوند ممکن نسبت به اینا یاشتر باشد این خدمت رو کنه بله خب جمع میشوند و میگویند که بجای جوانان ما هم این کار را باید کنیم یعنی ما این کار را انجام میدیم بجای جوانان خب چی خدمت های اونا پیشنهاد کرده بودند کجا رفتنی بودند این 250 نفقه گیر که اونا رو جمع و گیر کرده بود یس و تیر و یماده شما از این نامناسب فهمیدین نه؟ منصوبیت به کدام کشور منصوب بودن این نفرم؟ با تجربه خب جوابتون چیست؟ ممکن با حج رفتنی بودن با کجا رفتنی بودن اونا؟ این با تجربه نه این نه این ممکنه خزمان تحربی با جو جوان رفته باشه با جوی جوانان ممکن یکان خدمتی حربی رفته باشند سرکشی کرده خوب ممکن چی جواب داریم؟ کدام جواب پیشنهاد میکنیم؟ ممکن با جوی جوان خدمتی حربی رفتنی کسو با جوی جوانان با خدمتی حربی رفتنی بودن پیشنهاد کردن که جوانان رو نبرید اونو جوانان استراحت کنن دم بگیرن و ما میرویم خدمت میکنیم این ممکن اینو تجربه باید داشته دوره پیش دوره شاید ممکن یعنی به نظرتون این حدیث ها در کجا میگذشت؟ در کدام دولت؟ وقتی گفتم که یسوتر و یماد گفتم به نظرتون کجا هستی؟ یا خیتای است یا دولت فرانسه یا یاپونیا یا خیتای است یا فرانسه یا ژاپن نه؟ ممکن ژاپن باشه ژاپن باشه خب جواب آخر شما این است که اونا کجا رفتنی بودن؟ به خدمت حربی رفتنی بودن یعنی به صف قوای مسلح خدمت حربی خوب باید گفت که شما وریانت رو عوض نمیکنین؟ نه عوض نمیکنین معلوم است که یک جای فکر کردین و عوض کردن این استدین وریانت رو و همین عوض نکردن باید سیان میشد که در مانیتور ما تغییرات با عمل میاد حساب تغییر میخورد خب باید گفت که اینجا اخیرم گفت در باره ژاپن میرفت وقتی که در فوکوسیما صدمه رخ میدید صدمه برای برطرف کردن عاقبت های صدمه در در همین استانسی برق اتمی جوانان سفر برمیشن و اینا نفقه گیرها جمع میشن میگن جوانا باید نروند اونجا برای برطرف کردن عاقبت های یعنی که همین ترکیش در فوکوسیما ما می رویم. سوال رقم 5
توجه کنید با سوال. اون کی معنی بنیاد آفرینش رو دارد، نام یکی از مهمترین متن‌های بازمانده از ادبیات پارسی میانه پهلوی در زمینه اساطیر گوناگون، اساطیرای دینی و دانش فرهنگی است. خب و باید گفت که اون رو می شود که با دو دانشنامه، یعنی که دو دستنویس بازمانده است و از روی این دو دستنویس این متن رو مردم می دانند و استفاده می برند. شما گوید که همان متن‌های بازمانده از ادبیات فارسی میانه که گفته معنیش بنیادی آفرینش است، چی نام دارد؟ چی میگویند آن را؟ سوال فهم است؟ نام یکی از مهمترین متن‌های بازمانده از ادبیات پارسی میانه پهلوی در زمینه اساطیر دینی و دانش‌های فرهنگی است. و باید گفت که یک چلو چند بخش داردن و اون را میتوان یک دانشنامه یا فرهنگنامه کوچک نیز نامید که اینکه در اساس دو دستنویسی که تا امروز باقی مانده است اون را معلوم کردند و میدانند در برای اون. شما گوید که این متن‌های بازمانده از ادبیات پارسی میانه پهلوی که معنیش بنیادی آفرینش است، چی نام دارد؟ همین یک کلمه است و همان کلمه چی است؟ و آن کلمه با حرف ب سر می شود. مرامت فکر کنید استاد. کتاب آفرشته معنی آفرینش و یا چی می گفتن؟ اهورامزدا و مزدای است. نه اهورامزدا اکو خدای آفرنده. قسمای کتاب آفرشته گاد ها یسنا همین بوندی هیچ نیده خبی مرا بگو مرا بگو خواهش بخواهش خواهش تمام کنه از کتاب همیشه شما پروگه بوندی هیچ بندهشت یا بندهشت؟ بندهشت کتابی هست که واقعی بیست یک کلمه هست یک کلمه هست یک شخچه های یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ من این سوال وای محمد سید درهیم افرسیم مرامت مرامت راوی محترم در ادبیات کلاسیکی ما یعنی در ادبیات پهلوی نظام حقوقی معنوی در کتاب اوستا با نام داستان های وای گاد ها یسنا همین خیل داستان ها در اونجا زیاد هستند، لیکن ما به خلاصه اومدیم که همین چیز بوندهیش باید نام داشته باشد. بوندهیشن بوندهیشن یعنی همین وریانت شما بخلاصه ما همین دیده دوستو من باوری داشتم که شما جوابی درستم میابید بخیرم درست. بخیرم با معنی بنیاد آفرینش نام یکی از مهمترین متن‌های بازمانده. خب و از معنی ترجمه های بوندهیشن میتوان به ترجمه انگلیسی وست در مجموعه کتاب های مقدس خاورزمین اشاره کرد و ترجمه فارسی این کتاب نیز همین گونه میگن انجام داده شده و یعنی که باز در مورد این معلوماتی بیشتر رو فکر میکنم که از منبع های دیگر از سرچشمه های دیگر یافتن ممکن است.
Саволи рақами 10. Таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Шоҳрои амрикои М-185 дар ҷазираи Макино яке аз роҳҳои бехавфтарин дар Амрико дониста мешуд. ва тасаввур кунед ки дар ҳудуди 100 соли таърихи ин шоҳроҳ дар он фақат як садамаи автомобилӣ рух додааст. Сабабаш ман будани ҳамон чиз дар ин шоҳроҳи автомобилгард аст. Ман будани чӣ? Савол фаҳмо аст? Скарасан дорога. Марамат, агар фаҳмо аст, як дақиқа вақт барои фикр кардан. Гӯш кунед, ин худаш гуфта аст, ин 185, ин суръати бола, суръати баланд хат. Дар инҷо чӣ чиз ман кардам мешад? Дар инҷо суръати паст ман кардам мешад. Дар инҷо суръати паст ман кардам мешад. Инҷо бояд ба ҳамон роҳ, ҳамон роҳ алтернативӣ бошад, ё ки роҳи бехавтарин буда, бехавтарин буда. Сурати ҳаракат баланд аст. Зур буда, бехавтарин. Тез ҳаракат мекунад. Мехотирам. Ман автомобили савори ки фасл сурати баланд аст. 185 аст. Ман хеле бош, яъне ин роҳ ин роҳ ба ин роҳ ҳамон ронандаҳои ба ин роҳ мегузаштанд ки, лекин дигар роҳ ҳам дар баробар ин дигар роҳ ҳам буд. Лекин ин роҳ ҳам ронандагон интихоб мекарданд ки аз худаш мешудаштанд. Хуб, ман ба шумо масалиён истивор худо ҷавоб медодам. идома дорад барномаи мо. бинандаои азиз, зиёд раст мешавем ки аъзои тими Фотон дар меҳмонии мо ҳастанд ва дар мавсими нав бозии аввалини ин гурӯҳ аст ва мо умуман аз ё дар мавсими нав бозии сеюма баргузор мекунем ва марҳамат. мо аъзоҳои даста ба хулосае омадем ки аз он маълумоте ки шумо мисол ба мо додед, он параметрҳое ки дар инҷа шумо гуфтед, мо ҳамихай хулоса ба хулосае омадем ки ин роҳ, ҳамин аломати 185 ифодагари он аст ки ин роҳро бениҳоят роҳи таъмири хуб дорад ва дар ин автомобилҳое ҳаракат мекунанд ки қувваи муҳаррики онҳо, яъне суръати онҳо бояд на кам аз 185 километр соат бошад. ва дар ин роҳ албатта роҳи алтернативӣ ҳам ҳаст дар баробари ин роҳ, лекин дар ин роҳ автомобилҳое ё ронандагони ба ин роҳ бояд роҳ интихоб мекунанд ки яъне аз рондани суръати баланди автомобил метавонанд ва дар ин роҳ албатта аломатҳои роҳ дида намешавад ва инҷа фақат суръати баланд то ҳамон манзиле ки мисол дар дарозӣ вай фарз кардем ки 10 километр аст, 100 километр аст, чӣ қадаре ки бошад аломати роҳ нишона дорад, то ҳамон фосила мақсад ҳаракат мекунанд ҳамин автомобил. Хуб, ман қисмати охири ҷавобтона нафаҳмидам, яъне дар ин роҳ аломатҳои ё ишораҳои роҳ нестанд гуфтан нест? Нест. ва суръати мошинҳо на камтар аз 185 бояд бошад, амхел? ва ин суръати баланд нест? Суръати баланд аст, ин роҳ дар баробари роҳ, яъне ҳар қадар суръат баландтар бошад, ҳамон қадар хавфи садамаҳо камтар аст ба назар то, не? барои он ки тасаввур кунед дар 100 сол фақат як садамаи нақлиётӣ рух додааст. яъне агар мо фикр мекунем ки ин роҳ агар мисол дарозии ин роҳ кӯтоҳ бошад, ҳамагӣ мумкин 5-7 дақиқа давом мекунад ва ба он роҳи дигар мегузарад ки онҷо аломатҳои роҳ пурра нишон дода шудааст. он роҳе аст ки бисёр мумкин барои вай ҳаракат дар як нуқта пробка, яъне нашудани автомобилҳо ҳам хеле суръати баланд дар онҷо барои ки бандшавӣ ё тамбашавӣ рух надиҳад. тамбашавӣ рух надиҳад. суръат баланд аст 185 ва мегузарад, онҷо ягон ишораи роҳ нест ва мошинҳо мегузаранд мераванд. ҳамин тавр? ҳамин хел. қабул аст. яъне дар ин роҳ ягон ишораи роҳ нест. дар ин шоҳроҳ М185 роҳи муҳтарам, ин роҳ бениҳоят таъмири хуб дорад. роҳи таъмири хуб дорад ва се аст ва мошинҳо бо суръати 185 гузашта мераванд. дар баробар ин роҳ роҳи алтернативии дигар ки метавонанд ҳама истифода баранд вуҷуд дорад. хуб, бояд гӯем ки хеле заҳмат кашидем.
خیلی زحمت کشیدیم فکر کردیم، اما جواب درست نیست. سوای اساسی رخ ندادن صدمات در بیش از 100 سال امین است که در این راه، در این راه ماشینگرد حرکت ماشین ها معن است. اینجا فقط ماشین های مخصوص و همون صدمه ای که گفتین در 100 سال یک مرتبه، یک ماشین سوختار خاموش کنی با یک ماشین یاری تجدیدی که آنها اجازت دارن فقط بگذرن بر میخوره. تمام حرکت ماشین های دیگر در این شاهراه معن است. جواب درست همین بود و خیلی سوال جالب بود خانم. و گفتیم که سال 2005 رخ داده است ماشین سوختار خاموش کنی و کارتا یوری تجدیدی با هم دیگر برخورد آوردن و از این راه فقط ماشین های مخصوص باید بگذرن. تمام حرکت دیگر ماشین ها معن است. سوالی رقمی 3 توجه کنید به سوال. تو سال 1914 بلژیا با بودن آنها افتخار میکرد و بعدتر به خاطر که آنها به دست فاشیستان افتند حدود 30,000 آنها نابود کرده شد و یک گروهی نماینده هایی که کارشان هم این گونه پیچیده به فعالیت نظامی بود کوشش میکردند که برای آنها جای امن پیدا کنند، زیرا برای آنها در کار بود. و در آخر جنگ تصور کنید که فقط انگلیس ها 6,000 تا از آن چیز داشتند و در فرانسه برای بعضی آنها حتی مجسمه گذاشتند، با بعضی آنها حتی آردن دادند. شما گوید که اینجا گپ درباره کیها یا چیها می رود. امیدوارم سوال فهمو است. مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. 3000 نیست فقط از پت جنگ می کرد. نه یه بوریگه این خیلی یه بوریگه این سه تا سال 1914 بلگه با بودن اونها افتخار میکنه. با بودن چی؟ از بکتیم جنگ میکنه وقت سمالی تیوره نبود. خوب 1914 بود یه بروه بود فقط از پای بودیان از پای جنگ کرد. سه هزار اونها نابود کرد. سه گروه در آخر جنگ 6000 تا چی شد نابود شد. 30,000 نابود کرده شد. مجسمشون گذاشته شد. همه اسپه. اسپه. اسپه تیره نبود. نه سمیلو بوده نه دیگه چی؟ که بوده دیگه بوده سوالی خواهد. و یک وقت گذاشت باش که من روی مترم. اگر سوال رو تکرار کنید یک بار دیگر. 3,000 نابود کرده. نه وقت گذاشت. خواهد جمع 6,000. تونه گفت جمع 6,000. تونه دونم. یک دقیقه وقت شما سپری شد. مرامت یاد راست میشم که سوال در برای بلژیک سالی تا سال 1914 میرفت. گفتیم که بلژیک با اونها افتخار میکرد و بخاطری که اونها به دست فاشیستان افتن حدود 30,000 تایان رو نیست کرده بودن و یک گروه مردم که در کارشان البته از اونها استفاده میبردند برای آنها جاهای امن کافته و پیدا میکردند و آخری جنگ فقط انگلیس ها در فرانت غربی حدودی 6,000 از آن چیز داشتند. در فرانسه بخاطر بعضی آنها حتی مجسمه گذاشتند و بعضی آنها حتی با آردن سرفراز شدند، برای آنها آردن هم دادند. خب شما گفتید که اینجا گپ درباره کیها یا چیها می رود. روی محترم به این سوال آنا مرحبا اولوغو جواب می دهم. مرامت مرامت روی محترم از نگاه تاریخ
سال 1914 جنگ اول جهانی می باشد، جنگ یکم جهانی می باشد. در جنگ یکم جهانی بیشتر اسب جنگی استفاده می بردن. خوب. با فکر ما اما از اسب جنگی ها را آنها 3000 تاشان را نابود کردن، 30000 تا آنها را نابود کردن تا که به نظر دشمن افتند. چرا به دیگر جا های کرده نبردن؟ برای آنکه در حالی که زمان جنگ مثلا کیناستودیا رو برای مثال برداشتن از مسکو گرفتن کشورهای دیگر بردن، برای مثال یکی از کیناستودیا رو از مسکو آوردن تاجیکستان، در تاجیکستان بود. چرا بعد اینجا گپ درباره اسپا کی بیرود اسپا رو دیگه منطقه های کرده نبردن؟ چون که از دست ندین آنها اسپا با آنها در کار بود، به جای تیاره، به جای سواره. فهمم، منم برای همین حیرانم که شما میگید که اسپا رو کشتن. نه نکشتن. هر در هر جای عمل پنهان کردن. نه اینجا گپ در سریان میرفت که در بلژیک به خاطر به دست فاشیستان افتیدن 30000 تا از اونها رو نیست کردن. نیست کردن. کشتن دیگه. کشتن. یعنی شما فکر میکنید که اسب هستن معلومه؟ اینجا گپ درباره اسب میرود. دشمن کی میگیره به قوا میشه برای دشمن. اسب جنگی است به فکر ما، چون که هیچ محل و یا شخصیت انسانیت را نابود نمیکنن که. آه فهمم. گروه انسانیت. یعنی شما جواب ایواز نمیکنید. اسب. اسب جنگی. اسب جنگی هستین. گفتم که برای بعضیشون مجسمه گذاشتم، بعضیش آوردن بودن. و گفتم که نماینده یک گروهی نظامی که در کارشان آنها را استفاده می بردن، برای آنها جای امنتر کفته و پیدا می کردن. اسب جنگی به فکر ما. اسب است. اسب است. خوب. باید گویم که همین معلومات از یک مجموعه است. از مؤلف چرنیاک است. نام دارد 5 ستالیتی تاینای وینی. و همچنین میشنارودن اتنشین این سال 1991 صفحه 500 در همین کتاب هست این چیز. و هم بلژیک هم در برای انگلیس ها گفتیم، در فرانسه گفتیم که برای چند تا یونوات مجسمه هم گذاشتن به خاطرشان و چند تا یونو با اردن با اینکه با آنها اردن دادن. خلاصا اینجا گپ در برای اسب ها نمیرود، گپ در برای کبوتران میرود، کفترها. و اونایی که گفتیم که نگاه داشتن اینا همون کارمندانی قسمتی کشافی بودن که وقتی که در سنگر دشمن میافتیدن، البته کبوترها برای پیام را بردن و آوردن کمک میرسوندن. اینجا گپ در برای کبوتران میرود. خب به صورت بازی جالب بود، حساب در مانیتور است و امیدوارم که مهم این است که بیننده های ما از این بازی شما راحت داشتن، حلاوت داشتن. و من صمیمانه ایثار سپاس میکنم برای مؤلفان سوال ها. امیدوارم که اکنون بازی اول است و حالی ما نو به قالب موسمی نو وارد میشیم و امیدوارم که شما را کامیابی های بیشتر در پیش انتظار است و ما با این البته باوری داریم. همچنین من از گروه های دیگر، از شرکت و کارگاه ها، وزارت خانه ها دعوت میکنم، مرامت بیاین با بازی ذهنی اینتلکت شو و ما سبت ها رو بعدی روزی کاری میگذاریم تا برای شما موافق باشد. 5-6 نفر در حد یک گروه جمع میشوین، نماینده های کسب و کار گوناگون و اختصاص های گوناگون اگر هستین باز هم خوبتر است، به خاطر که سوال های ما از هر باب هستند. و در موسم نو بعضی تغییرات در نظر است که فکر میکنم آنها رو شما البته شاهد خواهید شد. و امیدواریم که ما یک جایه همین گونه ذوق بازی های ذهنی را در دل مردم بیشتر میکنیم و در تبلیغ علم و دانش و آموزش سهمگذاری میکنیم. تشکر برای شما، برای شما بیننده های عزیز نیز همچنین سپاس و انتظار سوال های نوبتی شما در اینتلکت شو هستیم. رقم تلفن رو شما الکی میدونین و فکر میکنیم که نشانی پوچت که با اونجا باید سوال ها را بفرستین با رعایت طلباتی که ما داریم شما در اکران ها میبینید. سبحان جلیل بودم، تا برنامه دیگر کامیاب و موفق باشین.